پاکستانی ها در اوج شرایط دشوار اقتصادی مانند بسیاری دیگر از کشورها با گرامی داشت حلول ماه مبارک رمضان می کوشند تا تمام آداب و رسوم ماه خدا را زنده نگه دارند. در بازار معروف راولپندی ده ها داوطلب اقدام به تهیه و ارائه وعده های افطار دست جمعی رایگان به روزداران به ویژه فقرا و عابران می کنند. بحران اقتصادی خفقان آور قدرت خرید مردم را کاهش داده و دولت پاکستان با ارائه بسته های کمکی به خانواده های فقیر و کاهش قیمت ها تلاش کرد تا از بار مشکلات مردم در این ماه پربرکت بکاهد. آخرین جمعه ماه رمضان در پاکستان را جمعه وداع می نامند. پاکستانی ها در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در بزرگترین مساجد نماز می خوانند و تا سحر دعا می کنند. منابع رسانه‌ای و سازمان‌های حقوقی عربستانی و بین‌المللی از اعدام کودکان عربستانی به بهانه جرم‌های مرتکب نشده خبر دادند. این رسانه‌ها و سازمان‌های حقوقی با انتشار گزارش‌هایی در این باره ضمن اعلام این خبر افزودند در حال حاضر 8 جوان زیر سن قانونی در یک قدمی خطر اعدام شدن به دلیل اتهام هایی که اصلا مرتکب نشدند هستند. این گزارش ها در ادامه به نام یکی از این جوانان اشاره کرده و نوشتند وی متولد 1997 در تابستان 2017 بازداشت شد و اکنون در یک قدمی اعدام قرار دارد. گفتنیست این جوان بیگناه و زندانی شده با تیر نیروهای امنیتی آل سعود به جرم شرکت در تظاهرات مطالبه گرانه برای دستیابی به حقوق شرعی و قانونی خود به شهادت رسید. مرجع عالی قدر شیعه آیت الله العظمی سید صادق شیرازی حفظه الله در شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها سخنرانی مهمی در جمع بانوان در بیتشان در شهر مقدس قم ایراد فرمودند. معظم الله در ابتدای سخنرانی خود سالروز وفات بانوی گرامی اسلام و همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله را به حضرت حجت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و به مؤمنین و مؤمنات در سراسر کره خاکی تسلیت گفتند. ایشان در ادامه اشاره نیز گذرا به زندگی این بانوی گرامی داشتند و به خدماتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها به دین اسلام و تبلیغ دین ارائه کردند اشاره نمودند. آیت الله العظمی شیرازی همچنین در بخشی از سخنرانی خود بر ضرورت دفاع از اسلام حقیقی و شناساندن آن به همگان تاکید کردند. ایشان روش حکومتداری بنی امیه و بنی العباس را سرکوب مخالفان سیاسی با بدترین شکنجه ها دانستند. ایشان تاکید فرمودند که در ماه مبارک رمضان دفاع از خدا، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام چون به اندازه کافی صورت نمی گیرد، پس بر همه واجب عینی است و ثواب آن در این ماه از هر عملی بیشتر است. وزارت خارجه آلمان از توقف موقت روند پذیرش پناهجویان افغانستانی در سفارتخانه‌های خود در پاکستان و ایران خبر داد. منابع دیپلماتیک در برلین اعلام کردند وزارت خارجه آلمان روند بررسی درخواست پذیرش پناهجویان افغانستانی در سفارتخانه‌های خیش در پاکستان و ایران را به طور موقت به حالت تعلیق درآورده است. وزارت خارجه آلمان میگوید نمایندگی‌های خارجی این کشور از زمان تصرف قدرت توسط طالبان در آگوست 2021 تا کنون به بیش از 28600 نفر از افغانی‌هایی که به آنها وعده پذیرش داده شده بود ویزا صادر کرده است که از این میان حدود 4100 نفر کارمندان محلی پیشین نهادهای آلمانی در افغانستان هستند.
معترضان شیعه در پایتخت فدرال ابوجا تجمع کردند و از رئیس جمهور خواستند تا ممنوعیت سفر رهبر جنبش اسلامی نیجریه یعنی شیخ ابراهیم الزگزاکی را لغو کند. گفتنی است معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته بود بوهاری باید ممنوعیت سفر شیخ الزگزاکی را لغو کند به تجمع خود ساعتها ادامه دادند. شاین ذکر از گزارش های تایید نشده ای از تیراندازی در اعتراضات نیز منتشر شده است. نمایندگی برنامه جهانی غذا در افغانستان هشدار داد اگر این سازمان بودجه دریافت نکند تا چند روز دیگر غذای 9 میلیون نفر در افغانستان قطع خواهد شد. هسیاو ویلی رئیس نمایندگی برنامه جهانی غذا در افغانستان با تاکید بر لزوم تأمین بودجه مورد نیاز برای توزیع کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در افغانستان هشدار داد و گفت اگر این بودجه تأمین نشود تا چند روز دیگر غذای 9 میلیون نفر در افغانستان قطع خواهد شد. نمایندگی برنامه جهانی غذا در افغانستان در توییت اعلام کرد این سازمان برای توزیع بسته‌های غذایی به 13 میلیون نیازمند در افغانستان در ماه آوریل به 93 میلیون دلار و برای 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد. در گزارش اخیر سازمان ملل در این باره آمده است 17 میلیون نفر در افغانستان در سال 2023 با گرسنگی حاد روبرو هستند، از جمله 6 میلیون نفر در سطوح اضطراری عدم مسئولیت غذایی قرار داشته و یک قدم با قحطی فاصله دارد. منابع خبری از تبادل آتش مجدد در مرز آذربایجان و ارمنستان و کشته و زخمی شدن دو نظامی ارمنستانی خبر دادند. وزارت دفاع ارمنستان در بیانیه اطلاع داد که در این تبادل آتش یک سرباز کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است. پیش از این وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد یگانهای از نیروهای مسلح این کشور بر ارتفاعات و مسیرهای فرعی منطقه لاچین که رابطه بخشی از ارمنستان و قره‌باغ است مسلط شدند و این مناطق تحت کنترل نیروهای جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. هفته گذشته رسانه‌های ارمنستان گزارش کردند نیروهای جمهوری آذربایجان با نقض آتش‌بس از خط تماس شوشی لیساگور عبور کردند. سازمان ملل متحد در گزارش ماهانه خود خواستار آزادی فوری ناجیب فتی فعال سیاسی بازداشت شده در بحرین شد. در این گزارش آمده بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که آقای فتیل بیش از 10 سال است که به طور غیرعادلانه و غیرقانونی و تنها برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های مردم کشورش در زندان به سر می‌برد. گزارش سازمان ملل همچنین به شکنجه این زندانی سیاسی اشاره کرده و نوشت این زندانی 48 ساله که در سال 2013 بازداشت شده به دلیل شکنجه بسیار زیاد در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می‌برد، لذا باید فوراً و بدون شرط آزاد شود. مرکز اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی‌قدر شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامازل العالی در مهاجنگا برخی از فعالیت‌های رمضانی را هر روز انجام می‌دهد. از جمله فعالیت‌های شیعیان شهر مهاجنگا که زیر نظر حجت الاسلام شیخ محمد رضی وسرام وکیل آیت الله العظمی شیرازی در این کشور انجام می‌شود، برگزاری نماز جماعت، محفل قرآن کریم، مراسم افطار، کمک به نیازمندان شیعه و توزیع بسته‌های مواد غذایی بین آنان و برگزاری مجالس مذهبی و دعاخوانی است.